به صورت‌های مختلف سوال شده که نظر شما راجع به سکس توی این دوتا رابطه چیه؟ یعنی تو رابطه کوتاه مدت چجوری باید سکس باشه و تو رابطه بلند مدت؟ تو رابطه کوتاه مدت هر چقدر میخواد سکس داشته باشید، صبح، شب، بعد از ظهر، 15 بار در روز، اصلا فرق نمیکنه. فقط لطفاً کاندوم استفاده بکنید، قرص ضد بارداری، همه چی، که مطمئن باشید که نه مریضی مقاربتی میگیرید و نه حامل میشید. این از این دیدگاه من. فقط خانوما نیستن و آقایون محترم، میخوام بهتون بگم که خیلی از خانوما از این رابطه کوتاه مدت استفاده میکنن که حامله بشن از شما، بعد شما رو گیرتون میندازن، بعد دیگه هیچی، دیگه میشین بابا، در صورتی که نمیخواستین بشین بابا. این یک. دوم این که رابطه دراز مدت، رابطه دراز مدت تا رابطه به جایی نرسیده که شما اعتماد 100% و متقابل وجود داره، شفافیت وجود داره، شناخت وجود داره، تعهد وجود داره از هر دو طرف به ادامه رابطه و تمامی رفتارها در راستای ادامه رابطه است و همه قدمها، خانواده ها وارد شدن، صحبت ها زده شده و گفته شده، حتی میتونم بهتون بگم تا نامزدی، حتی برای بعضیاتون اگر به خصوص با عقایدتون جور در نمیاد تا بعد از عقد سکس نداشته باشید، به خاطر اینکه یهو رابطه عوض میشه، تغییر میکنه و متاسفانه بعضی از مردان ما ظرفیتش رو ندارن و چون تعهدی در کار نیست یهو همه چی به هم میریزه.